یک نویسنده که نخواست نامش فاش شود می نویسد مجید رضا رهنورد عمومیترین و آخرین سنگری را که سنت و مذهب رسمی به آن آویزان است را به چالش کشیده است و امامه آخوندها و آخوندگری را که از این راه نان می خورند می پراند. در جایی پیشتر نوشتم که همپوشانی های ما با سنت و در رخدادهای تکراری و همگانی مانند تولد، مرگ و بیماری به اوج خود می رسد. تولد و بیماری را تا حد بسیاری پزشکان از چنگ آخوندها درآوردند و نان آنها را سنگ کردند. مرگ، مراسم خاک سپاری و آداب آن آخرین سنگر و امتیازی است که ممتازیت این بیکاره ها را برجسته می کند. مرگ رخدادی است که آخوندها از مسیر آن به پهنه سیاست کشیده شدند و در توضیع مرگ همه کاره شدند آنچه مجید رضا رهنورد در مورد مراسم مرگ خود میگوید تنها درست نیست واکنش روانی مناسب هرچند بسیار دیر هنگام یک اجتماع ستم دیده است که میخواهد این آخرین سنگر را از دست این جماعت کلاش پلشت و بهشت فروش پس بگیرد آخوند خوب و بد یک افسانه است همه از خون ما تغذیه می کنند و به ادامه این نظام هرمی امتیازها و ممتازیتها کمک می کنند آنها را و باورهایشان را در مراسم مرگ خود و عزیزانتان پس بزنید تا بتوانید در برابر آنان ایستادگی کنید همه این استدلال های علیل این جماعت زلیل و دینکار که به آداب شکار شهر بندان و آدمخواری رسیده است توضیع آرامش پس از مرگ است مجید رزا به آنها گفت آرامش امکان رهایی از دام شما و فرصت رقصیدن و شادی کردن در این دنیاست آن دنیا برای خودتان مرگ و مراسم آن باید جشن یک زندگی سپری شده باشد میان آخوند و سنتی که مراسم مرگ و خاکسپاری ما را در گورستان رهبری می کند و دیوانه که مراسم توزیع مرگ و اندوه را در گورستان ایران رهبری می کند یک خط مستقیم وجود دارد مجید رزا رهنورد جوان کشتیگیری بود که در جنبش زن زندگی آزادی در 28 آبان ماه و در اعتراضهای خیابانی در مشهد دستگیر شد او در 21 آذر 1401 به فاصله 23 روز از زمان بازداشت با حکم دادگاه انقلاب بدون رعایت تشریفات قانونی و آین دادرسی محکوم و قصاص شد در جریان دادگاه در حالی که از فرصت دفاع و حق استفاده از وکیل محروم بود و از بین بردن دو بسیجی و زخمی کردن چهار بسیجی دیگر متهم و محکوم شد. این قصاص هواشی آن و مساحبه که از او پیش از قصاص و با چشمهای بسته گرفته شده بود و در سیمای جمهوری فاسد اسلامی منتشر شد موجی از خشم و نفرت را در ایران و جهان برانگیخت. در همین مصاحبه است که مجید رضا با چشمی بسته و دستی شکسته و در گرداگرد جلادانی که صورت خود را پوشیده اند می گوید دوست ندارم گریه کنند سر مزارم دوست ندارم برایم نماز و قرآن بخوانند شادی کنند و آهنگ شاد پخش کنند آخوند دوزاری که این روزها سر زبانها افتاده است و همچون دشنامی تحقیرآمیز برای توصیف آخوندهای حکومتی به کار می رود به همین فربود و واقعیت است. کسانی که دیروز دوزار می گرفتند و در مراسم عذا برای ما روزه می حالا بر ما حکومت می کنند برای رهایی از این دشواری کافی نیست که مذهب از پهنه عمومی بیرون برود آخوندها را باید از همه امتیازها و ممتازیتها محروم کرد. نامه عجیب شاهزاده رضا پهلوی به ای. خبری در راه است. هوشیار باشید. این یک خبر جانانه است از سرنگونی جمهوری اسلامی. با شروع خیزش سراسری مردم ایران، اهالی و ساکنین شهرک اکباتان در غرب تهران همواره همراه با معترزین در دیگر نقاط ایران اعتراض کردند آنها که در این شهرک زیستند می دانند که در این سه ماه اهالی شهرک اکباتان چگونه دست به دست هم متحد و در یک همکاری همه جانبه تجمعاتی مسالمت آمیز تشکیل داده و شعار زن زندگی و آزادی سر دادند اما به نظر می رسد این اتحاد و همدلی میان شهرکنشینان اکباتان حکومت و نهادهای امنیتی را ترسانده و دل آنها را لرزانده است. به همین دلیل است که در جریان اعتراضات مأموران فاسد امنیتی به صورت کاملا برنامه ریزی شده به طور مستمر تلاش کردند به روشهای گوناگون مانند تخریب اموال مردم، از آیفون ساختمان ها گرفته تا شکستن شیشه خودروها، علامت یا لیزر انداختن به خانه ها، مورد اصابت قرار دادن پنجره ها و حتی عربد کشی در محوطه شهرک به منظور ایجاد رعب و وحشت در میان ساکنین استفاده کردند. طی چند روز اخیر موج جدیدی از ایجاد فضای رعب و وحشت در شهرک اکباتان توسط نهادهای امنیتی در قالب بازداشت گسترده افراد و ساکنین آغاز شده است. آنچنان که هر روز اخبار جدیدی داریم مبنی بر اینکه تعدادی از اهالی و ساکنین این شهرک شبانه بازداشت می شوند. آنچنان که اکانت شهرک اکباتان در صفحه توییتر خود نوشت دستگیری های شبانه 24 آذر داره دونه دونه اسماشون به هم میرسه بلوک 10 13 8 7 4 1 تو فاز 2 دستگیری داشتیم فاز 1 بلوک 3 ا و چند بلوک دیگه شبانه بالای 40 نفر دستگیری داشتیم اوضاع وحشتناک اکباتان به نظر میرسد چندی پیش در اکانت شهرک اکباتان یک نامه عجیب از شاهزاده رضا پهلوی به خامنه ای منتشر می شود که در آن نامه اشاره شده خبری در راه است هوشیار باشید این یک خبر جانانه است از سرنگونی جمهوری اسلامی پس از پست این خبر فشارهای نیروهای دجال امنیتی به ساکنین شهرک اکباتان بیشتر شده است به هر روی مسلم است اتحاد و همدلی اهالی اکباتان ساختار سخت نهادهای دجال امنیتی را بیش از پیش لرزانده است و این شهرک با هویتی بیش از نیم قرن عمر را به مرکز تلاش برای ایجاد ترس و اعمال فشار بیشتر تبدیل کرده است.